بارم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 ماه سنبله سال 1399 هجری خوشیدی در آغاز سرخط چند خبر. جان باختن ده غیر نظامی در انفجار نافرجان بر امرالله فالی معاون نخست رئیس جمهور. در چهار تا دو تا اشتخاب بود، یکی زنی بدرم بود، یکی ما بودم، یکی بدرم بود. دولت خداش کده نمیتونه باز ما اکوالا ما نامیت تونه میگنیم. انفجار امروز دومین حمله مرگبار بر امرالله سالی در 13 ماه گذشته. دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی امروز را بر آقای سالی معاون اول رئیس جمهور افغانستان و مردم افغانستان به شدت محکوم میکند. غیر نظامیان قربانیان انفجار امروز کابل. از ما یکی از فامیلای ما از میسو و گم است، تا اینمی ها چیزی که شفاخانه شهر کابل بود گشتیم، حالا نه زندهش معلوم است نه مردهش. تی تا بچه هک پشنان آمده بود، فلک ما از بین رفته. بدبینی، تبعیض و نابرابری های اجتماعی چالش های اصلی در برابر افراد دو جنسه در افغانستان. و روبرو بودن بیشتر از 2 میلیون تن با خطر گرسنگی در سوریه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور از یک انفجار جان سالم به در برد. این انفجار صبح امروز هنگام در منطقه تایمانی شهر کابل رخ داد که آقای صالح به دفتر کارش می رفت. هرچند معاون نخست رئیس جمهور در این رویداد زخم سطحی برداشته است، اما وزارت امور داخله جان باختن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 16 تن دیگر را تایید می کند. اما یک منبع امنیتی به طول نیوز می گوید که در این رویداد 20 تن جان باختند و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. انیسه شهید گزارش می دهد. نخستین لحظات پس از انفجار در تایمنی. این انفجار حوالی ساعت 7:30 امروز هنگامی که کاروان موترهای امرالله صالح از این جاده میگذشت رخ داد. وی که با پسرش در دومین موتر کاروانش بود و زخم سطحی برداشته است. مسئولان زخمی شدن 6 تن از نگهبانان آقای صالح را تایید میکنند. پس از انفجار نخست، یک دکان بالون‌های گاز که در این سوی جاده است نیز منفجر می‌شود. 7-8 نفر زخمی در روی سرک افتیده بود. دیره نمی‌فهمم که کسی شفاوت کرد یا نکرد. سیاسر و اشتکان مکمل کلشان زخمی اوگار شدند. وحید جسد برادرش را اینجا پیدا می‌کند. می‌گوید که از خوست برای درمان کودک برادرش به کابل آمده بودند. در 4 تا 2 تا اشتکان بود. یکی زنی بدرم بود، یکی ما بودم، یکی بدرم بود. دولت خداش کده نمیتونه باز ما اکوالم ما اهمیت تونه میگیریم. شد خودت اوش کده نمیتونه اهمیت ما را چه قسم میگیریم؟ به گفته منابع امنیتی در محل مواد انفجاری در این محل در داخل یک کراچی جاسازی شده بود و انگامی که کاروان موترهای معاون اول رئیس جمهور از ایجاده میگذره مواد منفجر میشه. چی بگوی امیل کاستی زرش جمع کردیم؟ عملیات برای گرد آوری جسدها ادامه دارد. کسانی هم تا کنون جسدهای نزدیکانشان را جستجو میکنند. همی جرینگ مای سرگم است که هرچی میگردیم دکان مکان شوانم بیانم ما اتفامیده نمیشه که دکان کجا شده. این موترش است کمو بچه که زخمی داد وضعیت خراب است موترش یعنی این خانه شان هست. این غرفه بچهش از دهی کار میکرد. این انفجار خانه ها و دکانه های دو کنار جاده را ویران ساخته است. مش زخمی است، یک بچهش زخمی است، یک کس دیگه است از اعضای خانواده زخمی است، خانهش کاملا تخریب شده. دلم خورده تالو کس پاسوان نکرده در شفاخانه میدویدم تالو خونالود است و خانم ما زخمی بود پشتش کرده بردم در شفاخانه الحیات بود. منابع امنیتی آمار متفاوتی از قربانیان به دست می دهند. وزارت امور داخله جان باختن 10 غیر نظامی و زخمی شدن 16 تن را در این رویداد تایید می کند. اما یک منبع امنیتی شمار جان باختگان را 20 تن و شمار زخمیان را بیش از 50 تن می گوید.
رئیس جمهوری حمله بر امرالله صالح را حمله بر جمهوریت، آزادی و نیروهای مقاومت ملی مردم افغانستان میدانند، در حالی که گروه طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند. اما فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری در توترش نگاشته است که دشمنان افغانستان به بهانه‌های گوناگون و با هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم و اثرگذار در تلاش سبوتاژ روند صلح هستند. این حمله با محکومیت‌های سخت بسیاری از کشورهای دخیل در افغانستان نیز روبرو شده است. برخی سیاستگران حمله نافرجان بر امرالله صالح را سیاسی میدانند. در این حال نامزد وزیر امور داخله در صفحه توترش نگاشته است که در انفجار امروز مواد به کار رفته بود که مشابه به مواد حملات است که شبکه حقانی در گذشته مسئولیت آنها را بر دوش گرفته بود. زهرا رحیمی گزارش میدهد. ایالات متحده، ناتو، آلمان و ایتالیا حمله امروز به معاون نخست رئیس جمهور را محکوم کردند. راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل، میگوید که از حمله بر امرالله صالح شوکه شده است و واشنگتن از رهبران دموکراتیک افغانستان پشتیبانی میکند. یک تعداد از محافظین ما که مردان بسیار شجاعی هستند زخم برداشتند که به شفاخانه امنیت انتقال شدند و به ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودند آسیب نرسیده. اما ریاست جمهوری این حمله را آماج قرار دادن جمهوریت میگوید. این حمله بر جمهوریت ما است، بر آزادی ما است و بر تلاش های ما است که برای صلح انجام میدیم. گروه طالبان دست داشتنشان را در این حمله رد کردند و هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اداره امور ریاست جمهوری نوشته است که دشمنان افغانستان با این گونه رویدادها در تلاشند تا روند صلح را سبوتاژ کنند. دشمنشان کسانی هستند که در مکتب مقاومت اینا بزرگ شدن، کلان شدن و هدف مشخص دارند که ما هدف طالبانی در این وطن قبول نداریم. امرالله صالح یک شنبه شب در گفتگوی با طول نیوز به نیت پاکستان در برابر صلح افغانستان شک نشان داد و نیز گفت که با طالبان آشتی ناپذیر است. ما از دید ایدئولوژیک، از دید فکری و ایده با طالب غیر قابل آشتی است. امکان نداره ما آشتی کنیم. کار نمیکنیم. که طالب ما کار نمیکنیم. حدود 13 ماه پیش نیست امرالله صالح از یک حمله گروهی به دفتر روند سبز در کابل جان به سلامت برد. حمله ای که با انفجار یک موتر بم گذاری شده آغاز شد و نزدیک به 30 کشته و در حدود 50 زخمی بر جا گذاشت. زهرا رحیمی، طلوع نیوز. حکومت تمامی قربانیان رویداد امروز را غیر نظامیان میداند. از این میان دو جان باخته این رویداد باجه‌های هستند که هنگام انفجار با سوی کار بر رستورانشان می‌رفتند. یکی از جان باختگان 40 سال و دیگر کمتر از 40 سال داشت. با گفته گواهان رویداد، بسیاری از غیر نظامیان قربانی این رویداد کسانی بودند که در گرد و پیش محل انفجار سرگرم کاروبارشان بودند. گلاب الدین خبر در این باره گزارش تهیه کرده است. پیکری عبدالمتین فواد را به سوی گورستان می‌برند. فواد با باجش عبدالحکیم کاوون رستورانت در کابل داشتند. صبح هنگامی که از این محل در نزدیکی خانهش به سوی کار می رفتند، در این رویداد جانهایشان را از دست دادند. این کودک بزرگترین فرزند فواد است. از یکیش دو تا اولاد مانده که اولاد کلانش شاید 7 ساله 6 ساله باشه و از دیگهش دو تا دختر است که هم 5 ساله 4 ساله است. یکیش نیافتیم فواجان و نوستاد تا 12 بجه بردن شفاخانه امرجنسی با 12 بجه هم شهید شد. این رویداد خانواده های فراوانی را به ماتم نشانده است. یه همسایه من بربر میسته بود هم یک گرم کرد اردوم همون سقالتی یه نفهمیدیم. سه تا بچه یک پشنان آمده بود فلکه ما از بین رفته. دکانهای کارگری، قصابی و همه تومه این رویداد شدند. به گفته گواهان از سرنوشت پیکر برخی از جان باختگان این رویداد حتی خبری نیست. از ما یکی از فامیلای ما از میسو و گم است تا اینا میاد چیزی که شفاخانه شهر کابل بود گشتیم. حال نه زندهش معلوم است نه مردهش. بچه مامای مرد شفاخانه هم نیافتیم شهید شده بود. بچه خالی میگم است گای اینجن تار میشه گای اونجن تار میشه گای اونجن تار میشه گای اینجن تار میشه. بیا این بلاد خدا، بلاد قرآن، بلاد پیغمبر. تو هم اسلام هستی، ما هم اسلام هستیم. بیا این دکت تاب عدالت بشینین کتی ما. نکنین غریب و بیچاره را، مستقیم جنگ کنین.
گواهان میگویند که نزدیک به کل قربانیان این رویداد غیر نظامیانی هستند که هنگام وقوع این انفجار سرگرم کار برای به دست آوردن لقمه‌نان بودند و یا هم کسانی که در این زمان از این محل میگذشتند قربانی این رویداد شدند. گلاب‌الدین غبار، طلوع نیوز. حکومت افغانستان ادعای طالبان را درباره رها نشدن نزدیک به 100 زندانی این گروه نادرست می‌داند و تاکید می‌ورزد که روند رهایی زندانیان طالبان بر بنیاد فهرست این گروه پایان یافته است. اما طالبان یک بار دیگر هشدار می‌دهند که اگر نزدیک به 100 زندانی آنان بر بنیاد فهرست این گروه رها نشوند، گفتگوهای میان افغانان آغاز نخواهند شد. در این حال یک مقام آمریکایی می‌گوید که دونالد ترامپ تصمیمش را درباره کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان تا چند روز دیگر اعلام خواهد کرد. شریف امیری جزئیات را گزارش می‌دهد. ادعاهای طالبان درباره رها نشدن نزدیک به 100 زندانیانان بر بنیاد فهرست این گروه تازه ترین مانعی است که در برابر آغاز گفتگوهای میان افغانان دانسته می‌شود. اما حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را در این مرحله پایان یافته می‌داند. حال حاضر از او فهرست هیچ زندانی نزد حکومت افغانستان باقی نمانده. انتظار ما و حکومت افغانستان از گروه طالبان است که برای آغاز مذاکرات مستقیم تیاری خود بگیره. حکومت افغانستان میپذیرد که تا اکنون 6 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا درباره رهایی آنان ملاحظه هایی دارند به قطر انتقال نیافتند. دادی خودشی که ترسو پوری به لبانی مذاکرات طلا روارش و زر مذاکرات شروع شد. با این همه روی طرز از زبان برخی از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد که قرار است رئیس جمهور آمریکا در روزهای نزدیک شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا فعلا در راستای راضی سازی طالبان است بیشتر تا راضی سازی حکومت افغانستان. از این دریچه است که این نیروها از افغانستان خارج میشن. همین اکنون 8600 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته است که انتظار می رود شمار این نیروها تا مرز 4000 کاهش یابند. زندگی دو جنسه ها در جامعه سنتی کشور با دشواری های فراوان همراست. عبدالصبور یکی از این افراد دو جنسه در ولایت هرات می گوید که از هراس بر رفتار نامناسب برخی از مردان در جامعه از خانه بیرون شدن نمی تواند و می افزاید که دو روز پیش از سوی یک مرد در شهر هرات به شدت لتوکوب شد و چشمش به شدت آسیب دیده است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. دشواری های زندگی عبدالصبور که نه مرد است و نه زن. او 64 سال زندگیش را با تحمل و چالش های فراوان سپری کرده است. این شهروند دو جنسه کشور می گوید اسمش لیلا است، اما همگان او را به اسم تحمیلی عبدالصبور می شناسند. علاقه مندی زیاده به آرایش زنانه دارد، اما ناگزیر است پنهانی و به دور از دید همگان آرایش کند. ما درک نمی کنم به حالت یک تپو باید خواهیت کنیم، یعنی با مشکلات زندگی میکنه، دیگه خور مخفی نگاه میداریم. عبدالصبور همواره در بازار و بیرون از خانه این گونه آزار و اذیت میشود. حتی دو روز پیش از سوی مردی سخت لتکوب شد تا جایی که پای او را به شفاخانه کشانید. علت از این ضربه یا ضربات کنده جدا شده و از نظر بینایی تقریبا میتونیم بگیم که 90% بینایی نو آرایش یک چی میکنی مخفیانه به یک مثل محفل عروسی باشه یا جام جشن تولد باشه باید. کمیسیون مستقل حقوق بشر از آنچه که رفتار تبعیض آمیز جامعه در برابر دو جنسه ها میگوید نگران است. وقتی که یک فرد به خاطر جنسیت خود مورد آزار و اذیت قرار میگیره، به خصوص به چیزی که خود از او هیچ سهمی نداره، یک انسان تولد شده با دو جنسیت و هیچ نقش خودت در قضیه نداره. عبدالصبور با پوشیدن لباس زنانه در برخی از محفل‌های عروسی رقص می‌کند. او می‌گوید که رقص را از یک استاد هندی در هند فرا گرفته است. عبدالصبور یکی از هزاران دو جنسه در افغانستان است. ادامه خبرهاست طلوع و طلوع نیوز.
بیشتر از 2.2 میلیون تن در سوریه با خطر فقر و گرسنگی روبرو هستند. برنامه جهانی غذا هشدار میدهد که 80 درصد مردم سوریه وضعیت خوب اقتصادی ندارند. بر بنیاد آمارهای برنامه جهانی غذا، از میان جمعیت 16 میلیون سوریه شمار بزرگ از آنان به کمک‌های بشری نیاز دارند. فقر در حومه ادلب سوریه کودکان را وادار کرده است تا برای تامین هزینه های خانواده هایشان زباله های زیادی را حفر کنند. یکی از این کودکان زیاد را حال نام دارد. میگوید اشیای گردآوری شده از زباله ها را می فروشد و برای خانواده اش نان فراهم می کند. برای تامین معاش خود در یک محفل دفن زباله کار می کنم. خواهر و برادرانم هنوز کوچک هستند و مادرم قادر به کار نیست. کودکان زیادی همانند او یافته هایشان از زباله ها را هر کیلو با 100 پوند سوری که کمتر از یک دلار می شود به فروش می رسانند. من فرزندم را به محل دفن زباله می فرستم تا حدود 1000 تا 1200 پوند سوری برای تامین هزینه های روزانه خواهران و برادرانش دریافت کنم. من کسی ندارم که به من کمک کند و بیمار هستم. پس از نزدیک به یک دهه جنگ داخلی سوریه، هنوز هم شمار بزرگی از کودکان در سوریه از آموزش محرومند و به دنبال کار می‌گردند. رئیس جمهور اسد با پشتیبانی ایران و روسیه ممکن است جنگ نظامی را در برابر مخالفانش برده باشد، اما چالش جدی برای او حکومت پرجمعیتی است که 80 درصد آن با فقر روبرو هستند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. گزارشگران بیمرز میگویند که در ایران موج تازه سرکوب رسانه‌ها به راه افتاده است. این نهاد جهانی مدافع رسانه‌ها موج تازه سرکوب رسانه‌ها را در ایران محکوم می‌کند و میگوید که در چند هفته اخیر 5 روزنامه‌نگار بهای سرکوب رسانه‌ها در ایران را پرداختند. مراسم امضای توافق اسرائیل و امارات هفته آینده به میزبانی ترامپ برگزار می شود. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است که مراسم امضای تفاهمنامه تاریخی خاورمیانه با هدف عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات به روز 15 ماه سپتامبر با میزبانی رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. بزرگترین اردوگاه پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان آتش گرفت. پناهجویان بیدرنگ از این اردوگاه تخلیه شدند. تا کنون گزارشی از تلفات این آتش سوزی منتشر نشده است. اما آتش نشانان سرگرم مهار این آتش سوزی اند. در این اردوگاه پناهجویان کشورهای مختلف از جمله افغانستان به سر می برند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اتحادیه صرافان و اتاق تجارت سرمایه گذاری هرات میگویند که روزانه بیشتر از 1 میلیون دلار از مزین ولایت به ایران قاچاق می شود. به گفته این نهادها، قاچاق دلار به ایران اثرهای منفی بر اوضاع اقتصادی کشور و ویژه وضع اقتصادی هرات بر جا گذاشته است. در این حال سخنگوی والی هرات با تایید این مطلب میگوید که تدابیر برای جلوگیری از ادامه این روند گرفته شده است. نصیر احمد صالحی گزارش میدهد. اتحادیه صرافان ولایت هرات میگوید که روزانه صدها هزار دلار از طریق موترهای ترانزیتی و نیز از سوی شماری از بازرگانان به گونه غیر قانونی از این ولایت به ایران انتقال داده می شود. موتورایی که ترانزیت میره، موتورایی که رفت آمد داره، کسانی که بالاخره شرکت های تجارتی که بالاخره به خاطر سود زیان سود بیشتری دست به میکار میزنن. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که جمع آوری دلار از بازارهای هرات و انتقال آن به کشورهای همسایه اقتصاد کشور را زیانمند ساخته است. ارز ما در افغانستان قیمتی و چنده، نظر به پول افغانی ما و شما، سر کاروبار تاجر و سرمایه دار و سرمایه گذار ما چقدر تاثیرات داره. واردات ارز از و از طریق صادرات بسیار اندک و ما از کمک های خارجی استفاده میکنیم و کمک های خارجی و اینا وقت خارج میشه طبیعیه که میتونه باعث ضعف اقتصادی بشه. مقام های محلی هرات انتقال غیر قانونی دلار از این ولایت به بیرون از کشور را تایید میکنند، اما تاکید میورزند که تدابیر جدی برای جلوگیری از قاچاق ارز به بیرون از کشور در مرزها گرفته شده است. بعضی افراد فرصت طلب میخواهند که با قاچاق اسعار زراندوزی بکنند، اما نیروهای امنیتی شما که در سرحدات موظف هستند به گونه جدی با متخلفین برخورد میکنند.
با آنکه مقام های محلی هرات از بازداشت ده ها تن در پیوند با قاچاق دلار به بیرون از کشور خبر می دهند، اما برخی از آگاهان امور می گویند که حتی شماری از مقام های دولتی در قاچاق ارز دست دارند و حکومت تا هنوز نتوانسته است آنان را بازداشت کند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 89 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی. راشد خان و مجیب الرحمن ستاره های تیم ملی کرکت کشور در رده‌بندی تازه شورای جهانی کرکت در بخش توپ‌اندازی در بازی های بیستاوره به ترتیب در جایگاه نخست و دوم قرار گرفتند. محمد نبی ساحل ستاره دیگر تیم ملی کرکت کشور نیز در رده‌بندی تازه شورای جهانی کرکت در بخش آل راوندران در بازی های بیستاوره در جایگاه نخست قرار گرفته است. رقابت‌های لیگ برتر کرکت شش دوش امروز نیز با برگزاری دو دیدار پیگیری شدند که در نخست تیم آمو در بخش توپزنی بازی را آغاز کرد و با از دست دادن 5 ویکت 143 نمره را برای تیم عریف هدف قرار داد، اما در مقابل تیم کرکت بند امیر بازی بهتری را در بخش توپزنی به نمایش گذاشت و توانست این بازی را با تفاوت 7 ویکت برنده شود. در بازی دیگر امروز تیم‌های مسینک و اسپینغر به مسافه هم رفتند که در نهایت تیم مسینک توانست حریف خود را شکست بدهد. در ادامه هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ولایت غور دو تیم کوهستان و پیروزی روز گذشته در برابر هم قرار گرفتند که سرانجام این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. حال توجه کنید به چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 14. پروان فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13. بلخ فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 21. ننگرهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین آن 25. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 16. هرات فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 14. کندز فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 15. اکنون شما می توانید نشرات طلوع نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.net و اپ دریا نیز ببینید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.